بخش برنامه دکتر عزیزه محمدی متخصص فیزیوتراپی را با خود داریم و موضوع بحث ما لاغری است که بعضی افراد خیلی لاغر است و خیلی کوشش هم میکنه که چاق شوه. از دکتر صاحب میپرسیم چرا این افراد لاغر است و بعضی افراد هم باسانی چاق نمیشن؟ آقای نادری بعضی بله، ما دیدیم بله، که بله. از خوراک و هر چی که ببینیم بهتر از ما کردم از ما کردم از نادری کردم شاید زیادتر بخوره. از بعضی افرادایی که ماشاءالله وزنشون خوب است زیادتر بخوره ولی بازم چاق نمیشه. بله، و از زانی که اگر تماس داشتن سوال داشتن میتونن تماس بگیرن به شماره 0220 250 3444 مستقیما با دکتر صاحب صحبت کنن. بسیار زیاد خوش آمدید دکتر صاحب. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های تلویزیون راه فردا. امیدوارم که حال همه خوب باشن و یک صبح خوبی را آغاز کرده باشن. ببینید کل موضوع برنامه مادهی 3 هفته در روی تناسب اندام بوده. بله. که ما مثلا چگونه چه راهکارهای انجام بدیم و چه راهکارهای را انجام ندیم برای که مثلا یک تناسب اندام مناسب داشته باشیم. یعنی تناسب اندام یعنی استاندارد بدنی، یعنی نه چاق باشیم نه لاغر باشیم. بله بله. در جلسات گذشته در مورد ازی صحبت کرده بودیم که چه راهکارهای انجام بدیم تا ما مثلا بتونیم چربی سوزی کنیم، چربی ها را آب کنیم ولی عضله داشته باشیم، درسته؟ یعنی ما هنوز هم استاندارد و تناسب اندام از سیف کرده باشیم. اما در این برنامه میخواییم در مورد کسایی که خیلی لاغر هستن و خیلی اسکلتی هستن، دیگه عضله دینا دیده نمیشه، اصلا رنج میبرن، قشنگ مشخص است از حالت نشستنشان که استخوانای ستون فقراتشان، استخوانای اندامایشان براحتی دیده میشن، یا حتی یک لباسی را که میخواین بپوشن مثلا خصوصا در آقایون. حالا برای خانوما لاغری یک چیز خوب هست ولی برای آقایون یک لباسی که میپوشن مثلا یک لباس یک دریشی یا کت شلوار ساده که میخواین بپوشن براحتی در تن اینا استاد نمیشه و مشکلات روبرو میشن. این اشخاص مثلا بیش از حد لاغر یا پایین تناسب اندام یا زیر رده مناسب اندامی قرار دارند، درسته؟ ببینید داریم این اشخاصی که مثلا قد بلند دارن اما به شدت لاغر هستن. لاغری بیش از 20 عامل باعث لاغری شدید میشه، بیش از 20 عامل هست که یکیش میتونه بگیم کمکاری و پرکاری تیروید یا تایراید باشه، مشکلات عصبی باشه، مشکلات تنفسی باشه، مشکلات قلبی باشه، مشکلات گوارشی و سیستم گوارش باشه که مثلا شخص در هضم جذب غذا مشکل داشته باشه. تمام این عوامل میشه باعث لاغری بیش از حد شد یا تپش قلب شدید. ببینید اشخاصی هستن که تپش قلب شدیدی دارن، مثلا تپ ضربان قلب اینا بیش از حد بالا است، این اشخاص به شدت لاغر میمانن، یعنی روش نمیکنن، یعنی مثلا چاق نمیشن، عضله نمیگیرن. و اگر از لحاظ طب اسلامی مد نظر بگیریم یا مثلا از لحاظ طبیعت شناسی مد نظر بگیریم، معمولا اشخاصی که طبیعت گرم و خشک دارن که ما اینا را به بخش صفراوی ها مد نظر میگیریم که صفراوی ها یا اشخاصی که با طبیعت گرم و خشک هستن بیش از حد لاغر هستن، براحتی چاق نمیشن و براحتی مثلا عضله نمیگیرن، درست؟ که کاملا نشان میده که بدن اینا کم آب است، بدن اینا در جذب غذا یا در ای که مثلا جذب پروتئین بسیار ضعیف است. حال بعضی راهکارها هست، ای عوامل بود، دلایل بود و شرایط های اشخاصی که بیش از حد لاغر بود هست که ببینید تا یک سنی بعضی ها ای برطرف میشه، درست. و دوباره به مثلا حالا کمی چاق شدن رو میاره. اما اشخاصی هستن که مثلا تا آخر عمر همینطور لاغر اندام و ضعیف باقی میمانن که خب در قدم اول از عوارض از اگر بحث بله، کنیم بله. میشه که باعث شکستن یا پایین آمدن اعتماد به نفس شدید شوه، خصوصا در آقایون که آقایون مثلا هنسام یا تناسب اندام یا خوش اندامی بسیار ملاک بزرگی برشان می باشن، اینا مثلا بسیار اعتماد به نفس پایین می داشته باشن. خب این راهکار داره، تداوی داره، درمان میشه و مثلا قابل بازگشت هست. اما کمی اندکی حوصله و اندکی تحمل و اندکی براتون انرژی میخواد که شما هم تکنیک ها و هم راهکارها را به حد حوصله و به حدی که انرژی داشته باشی پیش ببری، هم برای لاغر شدن و هم برای چاق شدن. دکتر صاحب در چه صورت باز جای نگرانی هست لاغری بیش از حد که
بیننده ها و شنونده های متوجه باشن که در کدام زمینه تا چی اندازه در کدام موقع نگران شون که من نمی لاغر موندم چاق نمیشم و اقدام بکنن برای تداوی اینا. ببینید لاغری باعث نگرانی در وقتی میشه که افراد بسیار زود رنج میشن. بدنشان کم آب است، بدنشان ضعیف است، اینا هم زود رنج میشن از لحاظ روانی، از لحاظ احساسی، از لحاظ بدنی و قوه و اینا بسیار بنی پایین دارن، زود خسته میشن، زود ضعیف میشن. اینا را باید کلا مد نظر بگیرن که زمانی که به این حد رسیدن و همچنین تناسب اندام خود جلوی آینه دیدن بدانن که آل داره مشکل ایجاد میکنن و باید مثلا پیشگیری ها را شروع کنن و باید شروع کنن به زمینه ای که مثلا رو به وزن گرفتن هست. ببینید به حدی میرسه که ما مثلا پروتئین و قندیجاتی که مثلا مغز ما برای فعالیت های روزمره نیاز داره او را هم مثلا ما نداریم. بله. این دیگه باعث ضعف میشه، کم کم به پوکی استخوان میرسه و کم کم به شکستگی های زودرس میرسه و کم کم به این میرسه که شخص ببینید اینو کلن خطر هست. یعنی لاغری بیش از حد، مثل چاقی بیش از حد میتونه خطرزا باشه، میتونه مشکلات خیلی شدید و خیلی قابل برگشت، غیر قابل برگشت مثلا دپی داشته باشه، خصوصا بر حسب یک ضربه یا برخورد ناگهانی. شخصی که بیش از حد دیگه ضعیف شده میتونه شکستگی بشه. بله. این فرد لاغر دکتر صاحب باید چه کارها را انجام بده تا وزن بگیره، یک چاق شود؟ آیا فیزیوتراپی رای حل داره دکتر صاحب یا ببینید راهکارهای کلیدی خیلی زیادی برای مثلا چاق شدن هست. اول از همه در قدم اول همه میگن چی بخوریم دیگه کسی فکر نمیکنه. این جامعه ما یک جامعه مثلا کاملا عادی هست، سراغی نمیره که آیا راهکار دیگه هم هست، آیا کار درمانی هم هست که من چاق شدم. میگه چی بخوریم، مستقیما اولین سوالش همی هست که مثلا من چی بخورم. ببینید رفتن سراغ فست فود ها، پیتزا، همبرگر، چیپس و غذاهای سرخ شدنی با اینکه که مثلا شحمیات و چربی ها رو زیاد میکنن، اما دلیل بر این نمیشه که ما با اینا مثلا بیش از حد چاق شیم. یعنی مثلا چاقی استانداردی رو ما کسب نمیتونیم بکنیم با اینا، شاید خیلی مشکلات و شاید خیلی عوارض دیگر ایجاد کنیم. این افراد اگر بخواهن با برگر و با ساندویچ و با چیپس و با پیتزا بخواهن چاق شون که اینا بزرگترین چاق کننده ها هستن، درسته؟ اینا در قدم اول چاقی در قسمت اندام نمی داشته باشن، چاقی مستقیما مفرط روی شکم و پهلو. بله. چربی اضافه میکنه. چربی اضافه میکنه و بسیار اندام غیر استاندارد. فکر کنید شخص لاغر اندام است ولی شکم بزرگی داره که بسیار مثلا از تناسب اندام خارج میشه، درسته؟ ببینید در قدم اول اولین چیزی که باعث عضلات‌سازی و باعث چاق شدن میشه این هست که مثلا گوشت مصرف کنن، گوشت قرمز. پروتئینی که گوشت سرخ داره ما همه میفهمیم که دیگه گوشت نداره و این پروتئین ما میتونیم، البته گوشت سرخ را ما باید طبق استانداردش، یعنی مثلا خوب پخته شده استفاده کنن. و گزینه دیگه که باعث گرفتن عضلات میشه و چاق شدن، یعنی دوست داره، خیلی دوست داره زود چاق شوه، برنج. برنج بهترین عامل چاق کننده است. پس همو گوشت و پلوی که مثلا ما هم در نظر میگیریم این میتونه به راحتی چاق کنه، ولی چاقی از این اونقدر به او حد مضر نمیتونه باشه. درسته. و گزینه بعدی ببینید برای لاغر شدن بهترین گزینه با گفته بودیم ورزش آب هست، حال برای چاق شدن هم بهترین گزینه ورزش آب هست. البته برای لاغر شدن ما ورزشایی داشتیم که تکنیکای خاصی انجام میشد برای چربی سوزی، برازی برعکس ورزش های خاصی داریم برای که عضلات ما کمی خودش کش بده، عضلات کش بیایه، عضلات خود واز کنه، در کنار از این رژیم خاصی داشته باشیم که این عضلاتی که خود کمی واز کده این مثلا جذبیت بیشتری داشته باشه و خود بگیره، یعنی مثلا برجسته تر بزرگتر شوه. ورزش های مثل شنا، رفتن شنا. ببینید اکثریت میگه ما هزینه رفتن به باشگاه را نداریم، هزینه مثلا آماده کردن وسایل ورزشی را در خانه نداریم، مثلا چرا هر جلسه بر ما میگید ما ورزش کنیم، ما نمیتونیم چه شرایطی. یک شنای ساده که در این زمین دراز میکشیم، حالت شنا میریم، اکثریت از سابق هم بوده حال هم هست، این شنا بهترین مثلا عضلات ساز برای قسمت بالاتنه هست.
ببینید ما آدم روی خانه دیگه باشه در خانه به شکل خیلی راحت حرکتش اینا رو میرن اندام بالاتنه بازسازی میشه و مثلا بازسازی میشه که عضلات بالاتنه به راحتی باز شوه. ما از ورزش‌های هوازی که دفعه قبل مد نظر گرفته بودیم که اگر دوش داشته باشیم، اگر تناب زنی داشته باشیم میتونیم چربی سوزی کنیم، چاق شدن دیگه ورزش‌های هوازی، ورزش‌هایی که بیش از حد باعث تپش قلب میشه، باعث سوخت ساز بدن میشه، این ورزش‌ها رو انجام نمیتیم. در مقابلش میتونیم ورزش تقابل اینا رو انجام بدیم، مثل یک دمبل زدن ساده. ما یک ست دمبل میگیریم، دمبل میزنیم، از یک دمبلای وزن پایین استفاده میکنیم و فوراً وزن بالا ایره که استفاده کردیم، هر چند زدن دمبل با وزن بالا باعث باز شدن عضله میشه. درست. پس باعث چاقی میشه، باعث عضله سازی میشه. اما مثلا ما در بین هر ستی که میزنیم یک 3 دقیقه استراحت میگیریم. این هم بهترین راهکار برای چاق شدن عضله گرفتن از لحاظ ورزشی میشه. و همچنین خیلی ورزش‌های دیگه که باعث از این میشه که ما مثلا مثل بلند شدن و نشستن به حالتی که زانو تا نصف خم میشه. این بهترین راهکار برای بازسازی عضلات قسمت همسترینگ میشه. این کارهایی است که در فیزیوتراپی انجام میشه. البته فیزیوتراپی برای اشخاص لاغر کاپینگ هم انجام میشه که کاپینگ باعث یک مکش عضلات اینا میشه و این کار باعث میشه که شخص در اون قسمت مثلا حالا ورزشی هم که انجام میده عضله بازسازی شوه. داریم راهکار دیگه هم که در فیزیوتراپی انجام میدن، مثل مثلا راشن، یک جریان هست که باعث تقویت عضلات میشه. عضلات تقویت میشه. ما داریم بعضی از ورزشکار و مثلا حالا اشخاص خیلی معروفی در کلینیک ما میاین بابت ای که عضلات اینا تقویت شوه، تمرین کردن، ورزش کردن، حالا میخواین از این طریق تقویت هم کنن. بسیار خوب. و سوالات خیلی مختلفی در زمینه گرفتن پروتئین بود، پروتئین‌های مصنوعی. بله بله مصنوعی. من می‌خواستم سوال بکنم که آیا این چاق میکنه یا نه میکنه، فایده داره یا آیا مؤثر هست چاقم. یعنی من همینجا هرچند برای مربیای بدنسازی کدام سوی تفاهم ایجاد نشه، ولی خب من برای کلگی میگم که کاملا مضر هست، درست استفاده نکنه چون عوارض خیلی زیادی داره. ما این را دیگه مثلا پروتئین اسمش نمیذاریم، مثل یک سم سفید میتونه باشه، موقت هم هست، کاملا مضر هست. و حتی کسایی که ورزشکارای خیلی بزرگی هستن و از طریق پروتئین سازی میکنن، بسیار راهکارهای دیگر دپالی از انجام میده که یک شخص عادی نمیتونه انجام بده. درست. مثل اوقات جذب آب ازی، مثل اوقات جذب مثلا میوه های ازی، پس قطعا مستقیم از سراغ پودرهای پروتئینی نرن. ما میتونیم همین پروتئین در مقابلش از یک شیرموز ساده جذب کنیم. یک لیوان شیر که مثلا قیمقدار باشه، پرچرب باشه، داخل از یک دانه کیلا یا یک دانه موز و در کنار از کمک بادام زمینی یا بادام معمولی را میکس کنن، روز یک گلاس بخورن. این پروتئینی که ای داره در مقابل او پروتئین 100% خیلی بیشتر هست و او حالا به زبان عام این پروتئین میتونه پدر او پروتئین باشه. درست. روزانه جذب کنن به شکل منظم داشته باشن، در حالی که ضررش نداره، ضرری هم نداره. ببینید یک تمرین سوغان هم بسیار فایده داره، بسیار موثر است. یک تمرین خیلی خاصی که باعث این میشه که ما باز هم چربی سوزی کنیم هم مثلا چاق شویم، یوگا هست. یوگا رو مد نظر گرفته بودیم که مثلا یوگا میتونه بهترین تمرین برای مثلا تناسب اندام برای خانوما باشه. یعنی ما عضله ما رو سیف میکنیم، چربی سوزی میکنیم. در مقابل هم از این تمرینات یوگا میتونن بهترین و موثرترین تمرین برای چاق شدن شه. و میدونین چرا؟ چون تمرین یوگا باعث از این میشه که استرست پایین بیایه، تپش قلبت مثلا کمتر شه و آرامتر شوی و همه آرامش باعث جلب و جذب روزانه و گرفتن عضلات و چاق شدن میشه. راهکارهای دیگه هم هست که اگر بسیار تشکر دکتر، وقت تقریبا 2 دقیقه یا کمتر داریم. ما می وقت که میخوایم از دکتر صاحب بپرسم که لاغری ارثی هم بوده میتونه دکتر صاحب؟ 100% ما داریم لاغری هایی که ارثی هستن، یعنی از پدر به ارث میرسن، از مادر به ارث میرسن. حتی همین لاغری های ارثی را هم میشه با تمرین های کششی و رژیم غذایی درست مثلا برطرف کرد. و کاملا عادی است. حالا برای دختر خانم ها لاغری یک امتیاز میتونه باشه، البته لاغری که زیاد دیگه بیش از حد نباشه، ولی برای آقایون میتونن که قابل نگرانی نیست، میتونن که تداویش کنن. بسیار تشکر دکتر صاحب. پیام و گفتنی خاص در اخیر یک قسمت برای خانم ها داشته باشین، برای آقایان داشته باشین، حدود 1 دقیقه فرصت داریم. پیام و گفتنی خاص ما طبق همیشه ورزش کنن و آبشان به شکل منظم داشته باشن.